سلام دوستان عزیز، من احمدی هستم و با یک آموزش دیگه از سری آموزش های گوگل ارث انجین در خدمت شما. امروز میخوایم در رابطه با هیل شید و اسلوپ یا شیب صحبت بکنیم. حالا میریم تا براوزر رو باز بکنیم و در ابتدا باید در سرچ بار تصویر مورد نظر خودمون رو پیدا بکنیم. من مینویسم elevation چون میخوام امروز در رابطه با اسلوپ و هیل شید صحبت بکنم، پس نیاز داریم به تصویر دم که در اینجا من SRTM Digital Elevation CMET رو انتخاب میکنم و ایمپورت. خب اسم این رو تغییر میدم به SRTM و حالا اینجا شروع میکنم به این که ببینم SRTM رو در ابتدا، این تصویر دم رو در ابتدا یک نمایش بدیم بر روی این نقشه ها. و می نویسم map dot add layer و حالا SRTM مین تصویر ما باشه 0، مکس تصویر باشه 7000 و رنگ هایی هم که می خواهیم بدیم در قسمت پلت قرار میگیره. می نویسیم اولین رنگ ما آبی هست، بعد یلو و در نهایت رد. این از این. و حالا یک اسم برای این لایه انتخاب میکنیم که من می نویسم elevation layer 1. حالا این رو ران میکنم. میبینید که برای ما دم سیمتر ما به نمایش در اومد و با همون رنگ هایی که ما بهش دادیم، آبی، زرد و قرمز. خب البته در قسمت آخر باید حتما سیمیکولن رو بذارین، ولی خب حالا بعضی وقت ها اگر هم قرار ندادین و در صورتی که در یعنی map.addlayer باشه مشکل ایجاد نمیشه. خب در قسمت بعد در رابطه هیل شید میخوایم هیل شید رو ایجاد بکنیم. می‌نویسیم var یا variable ما به اسم هیل شید ایجاد میکنیم و این رو مساوی قرار میدیم با تصاویری که از SRTM میگیریم، SRTM و در نهایت سیمیکالم. و حالا باز هم map.addlayer میخوایم نمایش بدیم، میگیم هیل شید، هیل شید مین مساوی باشه با 140 و مکس ما مساوی باشه با 255 و در نهایت باز هم یک اسم انتخاب میکنیم به اسم هیل شید و سیمیکالون. حالا این رو ران میکنیم. خب میبینید که هیل شید ما ایجاد شد و بر روی تصویر الیویشن ما قرار گرفت و خب ما میخواییم هیل شید رو کمی ترانسپرنسیش رو کمتر بکنیم تا هم هیل شید رو ببینیم و هم تصویر رنگی دم رو. و خب حالا میتوانیم بریم به سراغ اسلوپ. اسلوپ هم دقیقا شبیه به هیل شید انجام میشه، پس ما می نویسیم ور اسلوپ مساوی هست با ای دات ترین دات اسلوپ. SRTM رو در پرانتز قرار میدیم و حالا دوباره این تصویر اسلوپ رو میخواییم به نمایش در بیاریم.
dot at layer slope mean 0 مکسیما هم 25 و یک اسم رو هم انتخاب میکنیم به اسم اسلوپ و سیمیکالون. حالا میریم این رو هم به نمایش بذاریم و ران رو میزنیم. خب تصویر اولی که میبینید این اسلوپ رو نشون میده، این چیزی که در اینجا نمایش داده میشه به عنوان سیاه و سفید، تصویر سیاه و سفید تصویری هست که اسلوپ رو نمایش میده و جاهایی که شیب ما زیاد هست خطوط سفید رو داریم ما، و جاهایی که شیب نداریم ما به رنگ سیاه دیده میشه. و خب در این قسمت من کامنت رو هم بگم، اگر بعضی وقتها نیاز به نوت یا کامنت داشتیم، ما میتوانیم از بکسلش استفاده کنیم برای ایجاد کامنت. میگیم در این قسمت مثلا میخوام بنویسم This is a slope images مثلا. پس ما با استفاده از دو عدد بکسلش یا دو تا بکسلش ما میتوانیم کامنت هم اضافه کنیم. و در این قسمت هم میبینیم که slope, hill shade و همه اینها رو داریم. ما می توانیم هیل شید رو از اینجا آف کنیم و ترانسپرنسی اسلوپ رو هم کمتر و بیشتر کنیم که می بینید در اینجا به چه صورت نمایش داده میشه. در این قسمت ما می توانیم کد هایی که در اینجا نوشتیم رو سیو بکنیم. در این قسمت می بینید ما تب سیو رو داریم، اینجا سیو از و سیو ویت دیسکریپت. می توانیم سیو رو بزنیم، یک مکان یا ریپوزیتوری مشخص بکنیم، اسم بدیم و در نهایت اوکی رو بزنیم. که من این کار رو میکنم، می‌نویسم هیل شید اسلوپ و دیسکریپشن هم میتوانید بنویسید و در نهایت اوکی. کد های ما ذخیره شدن و در این قسمت قرار گرفتن، هیل شید و اسلوپ، و هر موقعی که نیاز داشتید میتوانید وارد کنید همین ها رو در این قسمت و از اونها استفاده کنید. پس در همین جا آموزش ما به پایان میرسه. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.